تورم کلن پروستات حاجقا سه بیماری داره. یکی التهاب پروستات وقتی که باکتریایی بشه که ادرارشون توأم با سوزش در ادراره. یک بار تورم پروستاته به خاطر ناپرهیزی و یا رفتار منفی با خودش که 11 علت داره. درمانش هم حدود 20 هست. یکی دیگه از بیماری هاش هم سرطان پروستاته. بیشتر اونی که شیوع داره یا التهاب پروستاته و یا تورم پروستات. گرچه در سالهای اخیر سرطان پروستات همچون سرطان معده، همچون سرطان کلون، روده بزرگ در آقایان هم شایع شده، اونم به خاطر ناپرهیزی و رفتار منفی با خود. مصرف قند شیمیایی، شکر شیمیایی، شیرینیجات قنادی، شوری زیاد مثل خیارشور، شوریایی که مشهدی ها درست میکنن، کم تحرکی، اضافه وزن، نگهداری ادرار، نگهداری منی، سرخ کردنی، تف دادنی، بودادنی. لذا اینا باید آجیل و تخمشون خام بخورن، شور و تف داده بوداده نخورن. پیازداغ مانند اینا بوداده باشه تف داده نخورن. این 11 چیزی که براشون بده ترک کنن. بعد 20 تا درمان داره. قوی ترین درمان که از هر داروی گیاهی و هر داروی شیمیایی قوی تره، یک قاچ خربوزه با پوستش خوردنه. پوست خربوزه سمیه، نباید زیاد بخورن. یک قاچ خربوزه با پوستش، بهترین زمانش بعد از شام قبل از خواب شبه. یه قاچ خربوزه با پوستش به جوان بخورن. تورم شدید پروستات دارن، حتی پرونده داره زیر بغلش که فردا بیا مثلا پروستاتت عمل کنی. به سه شب پروستاتشون باز میشه، حتی اگر پیر مردایی باشن سنشون بالای 70 سال. این هم قابل عرض، هم مریضا هم دکترهای محترم. بعد از سه شب یا چندین شب دیگه لازم نیست، دیگه فقط همون خربوزه رسیده رو میخورن، دیگه پوستش لازم نیست. حالا اگر تو فصل زمستان یا تو فصل پاییزن، فرض کن مثلا خربوزه گیرشون نیمه، اینجا پوست خربوزه که کاشت و داشت و برداشتش همه صحیحه، خوش شدنش همه درسته، با دستگاه هیتر برقیه گنزدایی شده، همه چی تموم، حالا میتونن به نسبت مساوی پودر پوست خربوزه با پودر تخمه خام کدو به نسبت مساوی، مثلا یه قاشق چایخوری از این، یه قاشق چایخوری از این، قاطی کنن بخورن. این هم قوی ترین داروه. یعنی از این داروهای شیمیایی طرح جنریک ایران پرازوسین، از این قوی تر. یا اگر مثلا دکتر معاینه بالینی کرده و میگه احتمال تومور خوشخیم پروستات هم دارد، از این قرصای شیمیایی فینا سیتراید که دکترهای محترم میگن یکی صبح بخور یکی شب، از این قوی تر. یا خارجی های کانادایی مثل اومنیکمر، یا مثلا ژاپنی های جدید که آمده اومنیک، که اومنیک نسبت به قبلی این خوبیه داره که هم تورم پروستات رو کاهش میده کم کم، هم جلوگیری از پیشرفت تورم میکنه، هم نمیگذاره مریض دچار، مریض مرد دچار خستگی جنسی بشه. حالا تو داروهای مفرده، حالا این داروهای چی بود؟ مرکبه اسنینیه مثل تخمه خام کدو به تنهایی. اگر معدهش قویه میتونه با پوست بجوه، اگر معدهش ضعیف مغز، زرشک خام، گوجه فرنگی رسیده یک عدد، میوه کیوی رسیده، همون لپای سبزش، بله، خام به صورت نارس نباشه که شقاق زبان نگیره، میوه کیوی رسیده لپای سبزش. اگر فرض کنید یبوست هم داره با پوست قهوه‌ایش به جای ملینه، ولی پرزاشو باید زیر آب ببره با پشت چاقو، پرزاش آس میاره، اما پوستش مسهله، خود لپای سبز ملینه،
حالا اگر کسی فرض کن دیابتی هم هست، حالا یک عدد میخوره هم پروستاتش باز بشه هم یکی از عوارض دیابت یبوسته، یبوستش هم خوب شه. بسم الله الرحمن الرحیم. خارجی ها حتی انگلیسی ها امریکایی ها اصول طب داخلی هاریسون و مانندو، انگلیسی هم 50-60 جلد کتاب دارن، انجمن پزشکی بریتانیا راهنمای خانواده، من کل اینو حاشیه زدم، از جمله صفحه 35 شو اینا رو حاشیه زدم در رابطه با کیست تخمدان. کسایی که کیست تخمدان دارن اول یه سری چیزا که براشون بده باید ترک کنن، دختر خانوما یا حضرت خانوما، چربی با ترانس بالا نخورن، مثل خامه، سرشیر، کک خامه ای، رولت، تعدیق، سرخ کردنی، تفدادنی، روغن جامد، ترانس چربی بالا نخورن. بهترین روغن براشون روغن زیتونه، یه قاشق با نهار، یه قاشق با شام. دومی چیزی که براشون بده اسانسای شیمیایی 70 نوع 20 تا بیماری میاره، اینا رو نخورن، مثل نوشابه‌های گازدار، آب میوه‌های شیمیایی، دلسته، نوشمک، یخمک، بستنی کافی، از این چیزا نخورن. سوم کافئین زیاد، چای پررنگ، چای مونده، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه، اینها هم کیست میاره، هم لجن صفراوی میاره، هم اگر قرص ضد حاملگی هم خورده باشن و سنگای پیگمانتی قهوه صفرا هم میاره، این براشون خوب نیست. چهارم اگر اضافه وزن دارن یا پرخوری دارن یا بدخوری دارن اینها رو درمان کنن زیر نظر متخصص. پنجم اینم گفتم پرخوری، کم تحرکی نداشته باشن. خود کم تحرکی چند بدی میاره، یکی کیست میاره، یکی تجمع پروتئین در مفصل میاره، مخصوصا مفصل زانو. کسایی که پرخور باشن و کم تحرک این دو ابتلا رو میگیرن در طول زمان. یکی دیگه از چیزایی که براشون بده فست فودها و غذاهای صنعتی، سوسیس، کالباس، همبرگر، اینا که مد شده، اینها در طول زمان کیست تخمدان هم میاره، عوارض زیاد داره، یکیش هم اینه. حالا چه چیزایی براشون خوبه باز اینجا حاشیه زدیم. کیست تخمدان یعنی آماس بافت نرم حفره لگن در خانوما و دخترها، اینه بهش میگن آب آوردگی بافت نرم حفره لگن زن. حتی تو کتابای خوبی هم که هست، مثلا اینجا حاشیه زدیم کتاب فرهنگ پزشکی دکتر محمد صادق رجحان، 80 خورده سالش، از پزشکای خوب شیعه اثنا عشری و چند تا پسرش هم دکتر تهران، استاد دانشگاه تهران، اولین کتاب بافشناسی انسانی و اولین کتاب دائت المعارف بافت انسانی نوشته ایشون تو ایران. حالا در آخر صفحه 162 قسمت دست راستش همین جمله‌ای که توضیح دادن از ایشونه. درمان‌های مختلف طبیعی، یک مصرف گل استخدوسی قاشق چایخوری پودرش، تو استکان می‌ریزن روش آبجوش می‌ریزن هم می‌زنن، این صبح میخورن قبل اینکه برن سر کار. دوم خوردن 7 برگ کاسنی یا یه قاشق مربخوری پودر کاسنی یا یه استکان عرق کاسنی بدون اسانس. سوم یک حجامت خاص هست، حجامت خاص پیش حجام زن برن. مشهد هستم یه دکتر زن هست قاسم آباد که تو ایران معروفه، هم یک خیابون بهار مشهد با آقای دکتر عاقبی کار میکنن، متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی و رئیس دانشکده طب سنتی مشهد که الان چندین ساله بازنشست شدن. خب بگم حضرت خانوم پیش خانوم میره واسه حجامت، حالا حجامت خاص. روز شنبه از دو تا ران وسط ران، روز دوشنبه یک روز در میام باز بالاتر از وسط ران، روز پنجشنبه از این حجامت انجام میدن دیگه تکرار نمیشه. اما کاسنی رو میخورن تا وقتی که کیست تخمدان محو بشه،
اگر از باب تنظیم خانواده خواستن اولاد دار بشن، هر وقت جواب آزمایششون مثبت اومد دیگه لازم نیست. بعضی کتاب‌های قدیم و جدیدم دیدم، مثلا میان عسل و قاطی با آب لیمو ترش تازه میکنن. این رو هم در درمان کیست تختان بعضیاشون بیان کرد. این از نظر طب گیاهی اینا. بعضی افراد چون کیستای تختان متعدده، گاهی کیستهای فولیکولر هست، گاهی کیستهای کوچیک چند تایی هست، گاهی کیست کورپکس لئونوم هست که کیست جسم زرد میگیم، که تو راهنمای گام به گام خانواده هم اونجا هم اومده. حتی بعضی خانم دکترا مثل خانم دکتر نفیسه دوری صفت هم تو کتابش آورده صفحه 532، کیست جسم زرد 5 الی 8 سانتی متر رشد میکنه. اینایی که قند خون دارن و قند خونشون نوسانیه و پایین نمیاد، غالبا خونریزی پشت کره چشم دارن. وقتی یکی از عوارض دیابت هم چون یبوست مزمنه و طرف زور اضافی میزنه تو مسائلی که میره اجابت مزاج، اینا خونریزی پشت کره چشمشون شایع میشه. تو پزشکی دو راه درمان گذاشتن، یکی با لیزر، یکی دو جلسه میرن پیش متخصص چشم، یکی هم آمپولای خاصی است که متخصصین داخلی ما مثل دکتر سیگارودی و همکاراش تو اصفهان کشف کردن و بعد خارجی از ما یاد گرفتن و تو سایت گوگل و مانند او هست. در بیمارستان‌های فوق تخصصی چشم مثل بیمارستان نور در تهران دکتر صادقی ما، یا در مشهد بیمارستان خاتم الانبیا فوق تخصصی چشم چاره ابو طالب، دکتر نقی موسوی فوق تخصص شبکیه، دکتر خاکشور فوق تخصص قرنیه، پزشک عادی ممنوعه که تزریق کنه. این آمپول خاص رو یک چند میلی گرم روی چشم رو بیحس میکنن، کل عمل یک دقیقه است. بعد از پشت مردمک این ماده رو تزریق میکنن پشت مردم. به یک ماه این لخته خون که تشکیل شده بوده و خونریزی که تشکیل شده بوده قسمت شبکی پشت کره چشم، این حل میکنه، بسیار رقیق میکنه. طبق خاصیت اسموزی یا معینگی جذب سلولی میشه، وارد گردش خون میشه، چشم طرف خوب میشه. حتی بعضی از گچکارای خیلی معروف آستان قدس رضوی دوبار همین آمپول زدن ماشاءالله چشمش خوبه.